سلام دوستان، نگین هستم و قصد دارم که در این سری ویدیوها به شما عزیزان زبان انگلیسی رو به صورت کاملا رایگان آموزش بدم. البته آموزش زبان انگلیسی من از صفر نیست، یعنی اینطوری نیست که من الفبا رو بگم، تلفظاتش رو توضیح بدم و فکر میکنم که واقعا نیازی نباشه، چون ممکنه که به هر حال هر کدوم از شما عزیزان توی دوران مدرسه یه سری چیزایی رو حالا یاد گرفته باشین و کم و بیش یادتون باشه. ولی من به هر حال سعی کردم که از همین درس اول یه سری چیزها رو از سطوح مقدماتی براتون بگم، توضیح بدم، ولی که سعی میکنم خیلی سریع از روشون رد بشم، چون میخوام شما رو به یه مرحله برسونم که فقط لغات کار بکنیم و دایره لغات شما رو افزایش بدم. راستی دوستان، من در همین کانال یوتیوب هم دارم زبان اسپانیایی، آلمانی و ترکی هم به صورت کاملا رایگان آموزش میدم. آدرس دو تا کانال تلگرام اون بالا براتون نوشتم. آدرس اول آدرس کانال اسپانیایی من هست که اونجا فقط مطالب اسپانیایی گذاشته میشه، و آدرس کانال دوم آدرس کانال چند زبانه من هست که در این کانال قرار از این به بعد تمام ویدیوهای آموزشی زبان به غیر از اسپانیایی قرار داده بشه. به عنوان مثال ویدیوهای آموزش زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی و یا حالا هر زبانی که من در آینده قصد تدریسش رو داشته باشم توی کانال چند زبانه قرار میگیره، ولی در کانال اسپانیایی من دیگه فقط مطالب اسپانیایی قرار میگیره. و اینم به این دلیله که من دارم چند تا زبان رو همزمان با هم تدریس میکنم، و اگر میومدم برای هر کدوم از این زبانها یه دونه کانال باز میکردم میساختم، خیلی برام دردسر میشد، اذیت میشدم واقعا. به خاطر همین یه تصمیم گرفتم که یه کانال بسازم و اسم این کانال رو بذارم کانال چند زبانه و تمام ویدیوهای آموزشی زبان به غیر از اسپانیایی رو اونجا بذارم. و حالا از اینکه فکر کنید گیج میشید و اینجور چیزا، هم اصلا فکر اینا رو نکنید، من زیر تمام ویدیوها شماره گذاری میکنم، عنوان تیترشون رو مینویسم که به عنوان مثال این درس یک از زبان ترکی هست یا زبان آلمانی هست، و دوستانی که عضو اون کانال هستن میتونن ویدیوی مربوط به زبانی رو که دارن یاد میگیرن رو دانلود کنن و استفاده بکنن. و این دو کانال هم در واقع برای کسانی ساخته شده که حالا به دلایلی به یوتیوب دسترسی ندارن، مخصوصا دوستانی که در ایران زندگی میکنن و متاسفانه یوتیوبشون در ایران فیلتر هست، میتونن عضو این دو کانال بشن و از مطالب این دو تا کانال بهره ببرن. دوستانی که به یوتیوب دسترسی دارن خب دیگه میتونن درس ها رو از داخل خود یوتیوب نگاه بکنن و نیازی نیست که اصلا عضو این دو کانال بشن. خب اینم از این درس اول رو از سری درس های آموزش زبان انگلیسی رو شروع میکنیم. لسن وان. من یه توضیح کوتاه بهتون بدم در مورد ساختار اصلی جمله در زبان انگلیسی، Basic Sentence Structure، یعنی ساختار اصلی جمله در زبان انگلیسی. ببینید verb و یا همون فعل در زبان انگلیسی یکی از مهمترین قسمت‌های جمله هست. درست شد؟ نه فقط توی زبان انگلیسی، بلکه توی هر زبانی این فعل مهمترین قسمت جمله است، چون توی فعل هست که ما میتونیم تشخیص بدیم که زمان جملهمون کیه، میتونیم زمان جمله رو تشخیص بدیم، پیدا کنیم که به عنوان مثال این جمله داره در مورد زمان حال ساده حالا بیان میشه یا در مورد آینده و یا در مورد گذشته. درست شد؟ من اینجا براتون 4 تا فعل نوشتم: go, come, listen و sit. خب go یعنی رفتن، ولی اینجا امری هست، دستوری هست، یعنی برو. کام یعنی آمدن، ولی اینجا دستوریه، یعنی بیا. لیسن یعنی گوش کردن، اینجا دستوریه، یعنی گوش بده. و سیت یعنی نشستن و اینجا دستوری هست، یعنی بشین. حالا من از کجا فهمیدم که این فعلا دستوری هستن؟ به خاطر اینکه اول حرف تمامی این فعلا بزرگ نوشته شده و آخر همشون هم به یه نقطه پایان داده شده. درست شد؟ و این به من نشون میده که هر کدوم از این فعلا میتونن برای خودشون یه جمله باشن،
یعنی گو یه جمله است، کام یه جمله، لیسن همینطور و سیت هم همینطور. حالا ممکنه برای خیلیاتون عجیب باشه، ولی باور کنین که یک فعل هم به تنهایی میتونه برای خودش یه جمله باشه. حتما نباید فاعل، مفعول و یا حرف اضافه داشته باشیم که بتونیم حالا جمله بسازیم. درست شد؟ پس یک فعل هم میتونه چی باشه؟ میتونه جمله باشه. و حالا منظور من از اینکه حرف اولشون بزرگ هست چی بود؟ ببینین توی حالا اکثر زبان ها، من حالا تمام زبان ها رو بلد نیستم ولی تا اونجایی که اطلاع دارم تا زبان هایی که یاد گرفتم بلد هستم، به عنوان مثال توی زبان انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، توی اینجور زبان ها وقتی که ما میخوایم شروع به نوشتن بکنیم و بنویسیم، اول اون سطر ما حرف اول اون کلمه رو بزرگ می نویسیم. حالا فرقی نمی کنه اون کلمه فعل باشه، اسم باشه، هر چی که بخواد می تونه باشه، ولی چون داریم اول سطر شروع می کنیم به نوشتن، باید اول حرفش بزرگ نوشته بشه و بعد که جملمون تموم شد نقطه می زاریم و وقتی که دوباره می خواهیم جمله شروع بکنیم، دوباره اول حرف اون کلمه اول رو چیکار می کنیم؟ بزرگ می نویسیم. این خیلی مهمه که بدونیم. بعد اینجا چون اول حرف این چهارتا بزرگ نوشته شده، پس من تشخیص می دم که اینا یه جمله هستن و اینا دستوری امریه، داره یکی به من این کارا رو میگه که من انجام بدم، بهم میگه برو، بیا، گوش بده، بشین. درست شد؟ خب حالا ما زیاد کاری به اینا نداریم و در واقع من در این درس میخوام برای شما در مورد افعال توبی در زبان انگلیسی توضیح بدم. توبی یعنی am, is, are، هستم، هستی، هست. درست شد؟ خب I چی هست؟ فاعل هست به معنای من. حالا با کدوم از اینا جور میشه؟ با ام یا با ایز یا با آر؟ آی همیشه با ام جور میشه. یعنی ما همیشه میگیم چی؟ میگیم آی ام، یعنی من هستم. درست شد؟ یو با چی جوره؟ با آر جوره، یعنی تو هستی. هی، شی و ایت با چی جور هستن؟ با ایز، یعنی او هست. که هی برای مذکر، شی برای مؤنث و ایت برای غیر انسان به کار برده میشه. حالا ممکنه اشیا و یا حالا هر چیز دیگه ای باشه. وی یعنی ما با چی جوره؟ با آر جوره، میگیم وی آر، یعنی ما هستیم. یو با چی جوره؟ با آر جوره، یعنی شما هستید. دی هم با آر جوره، یعنی آنها هستند. درست شد؟ خب بچه ها همینطور که میبینید ما دوتا فاعل یو داریم در زبان انگلیسی که اولین یو مفرد هست یعنی تو و دومین یو جمع هست یعنی شما و برای هر دوتاشون آر استفاده میشه، یعنی برای دوتاشون میگیم یو آر. خب یه بار از روش براتون میخونم. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are و they are. خب اینو که حالا باید خیلیاتون بلد باشین، اگر بلد نیستید حفظش بکنید. مثال It is sunny یعنی آفتابیه. It is sunny. Sunny یعنی آفتابی. درست شد؟ خب حالا میتونیم این جمله رو کوتاه‌تر بنویسیم، یعنی مخفف بکنیم، مختصرتر بنویسیم. چطوری؟ به این صورت که it و is رو میایم با همدیگه ترکیب میکنیم و وقتی که it و is رو بیایم با هم ترکیب بکنیم، اون آی is میفته، میپره و جاش یه آپاستروف قرار میگیره، میشه it's sunny. درست شد؟ پس it's sunny چی هست؟ کوتاه شده یه it is sunny هست. درست شد؟ یعنی آفتابیه. خب علی is tall یعنی علی بلند قده. درست شد؟ حالا ما میتونیم جای علی هی بنویسیم، بگیم هی is tall یعنی اون بلند قده. چرا میگیم هی؟ به خاطر اینکه علی یه شخص مذکری هست، پس هی چی هست؟ هی هم برای مذکر به کار برده میشه، میتونیم بگیم هی is tall. حالا میتونیم این جمله رو دوباره کوتاه‌تر بکنیم، بگیم هی is tall، هی is tall. درست شد؟ چطوری کوتاه‌تر میکنیم؟ هی و ایز رو میایم ترکیب میکنیم و آی انگلیسی ایز میپره و جاش یه آپاستروف قرار میگیره، میشه هی is tall، هی is tall. درست شد؟ خب سارا ایز فت یعنی سارا چاقه، فت یعنی چاق. خب میتونیم جای سارا بنویسیم شی، بگیم شی ایز فت یعنی اون چاقه. درست شد؟ چرا مینویسیم شی؟ به خاطر اینکه سارا یه شخص مؤنثی هست، درسته؟ و گفتیم شی هم برای مؤنث به کار برده میشه. حالا میتونیم شی ایز فت رو کوتاه‌تر بنویسیم، مخفف کنیم، میتونیم چی بگیم؟ میتونیم بگیم شی ایز فت
شی صفت، درسته؟ شی و ایز میان ترکیب میشن، آی انگلیسی میپره و آپاستروف قرار میگیره، میشه شی صفت، درست شد؟ خب they are happy، they are happy یعنی آنها خوشحال هستند، happy یعنی خوشحال. خب حالا ما میتونیم این جمله رو کوتاه‌تر بکنیم، میایم دی و آر رو ترکیب میکنیم، اون ای انگلیسی آر میپره و جاش آپاستروف قرار میگیره، میشه دیر، دیر، دیر هپی، دیر هپی یعنی آنها خوشحال هستند. من در مورد این حالا راه و روش مخفف کردن براتون در آخر این درس توضیح دادم، ولی خب از الان دارم بهتون میگم که وقتی که بهش رسیدیم دیگه راحت تر درکش بکنید، بهتر بفهمیدش. حالا چه موقع ما از افعال تو بی استفاده می کنیم؟ خب یکی از موارد استفادهش وقتی که ما داریم سن و سالمون رو بیان می کنیم، درست شد؟ age، age یعنی سن، درست؟ مثال I am 22 years old یعنی من 22 سالمه، I am 22 years old. حالا همین جمله رو می تونیم مخفف کنیم، کوتاه بنویسیم. چطوری می نویسیم؟ میگیم آی و ام میاد ترکیب میشه، اون ای انگلیسی میپره، جاش آپاستروف قرار میگیره، میشه I'm، درست شد؟ I'm 22 years old یعنی من 22 سالمه. He is 28 years old یعنی اون پسره 28 سالشه. خب میتونیم به جای he is بنویسیم he's، درسته؟ He's 28 years old. He و is ترکیب میشن و آی انگلیسی is میپره و آپاستروف قرار میگیره، میشه هیز. خب پس یکی از موارد استفاده از افعال تو بی چی بود؟ برای وقتی بود که ما میخواستیم سن و سالمون رو بیان کنیم. یکی از موارد استفاده دیگرش وقتی که ما میخوایم وضعیت تأهلمون رو بیان کنیم، به عنوان مثال مجرد هستیم، متأهل هستیم، درست شد؟ مارital status یعنی وضعیت تأهل. به عنوان مثال I am single یعنی من مجرد هستم، single یعنی مجرد. خب این جمله رو بخوایم مخفف کنیم چطوری می نویسیم؟ دیگه همتون بلدید، میگیم I'm single، درست شد؟ He is married یعنی اون پسره متأهله، He is married، married یعنی متأهل. خب اینو مخفف بکنیم چی میشه؟ میشه He's married. خب این هم یکی از موارد استفاده دیگه از افعال to be بود. و یکی از موارد استفاده دیگهش وقتیه که ما میخوایم origin رو بیان کنیم. origin یعنی چی؟ یعنی در واقع اصل و نسبمون رو بیان کنیم، از جایی که اومدیم، محل تولدمون رو بیان بکنیم، اصالتمون رو بیان بکنیم. به عنوان مثال We are Iranian یعنی ما ایرانی هستیم، درست شد؟ مخفف این جمله چی میشه؟ We با R میاد ترکیب میشه و A انگلیسی R میفته و جاش آپاستروف قرار میگیره، میشه We're Iranian، درست شد؟ خب یا مثلا I am from Shiraz یعنی من شیرازی ام، اهل شیراز هستم. خب این جمله رو میشه کوتاه نوشت، میشه گفت I'm from Shiraz. خب دوستان پس موارد استفاده از افعال تو بی چی بود؟ تا الان یاد گرفتین یکی برای بیان سن و سال، یکی این که وقتی حالا میخواید وضعیت تأهلتون رو بیان کنید که حالا مجردید یا متأهل هستین، و یکی برای بیان اوریجین که حالا از کجا اومدید، اصل و نسبتون کجا هست. و برای اینا که شما تا الان یاد گرفتین و خوندین، ما از A استفاده نکردیم، از A استفاده نکردیم. به عنوان مثال I am single یعنی من مجردم، نیومدیم بگیم I am a single یعنی من یک مجرد هستم، درسته؟ تمام اینها without A استفاده شد، یعنی بدون A استفاده کردیم. حالا یه سری شرایط ها هست، یه سری حالا موقعیت ها هست که باید A رو هم استفاده بکنیم. به عنوان مثال وقتی ما میخوایم شغلمون رو بیان بکنیم، job یعنی شغل، وقتی میخوایم شغلمون رو در زبان انگلیسی بیان بکنیم، اون موقع باید A هم استفاده بکنیم. I am a teacher یعنی من یک معلم هستم، teacher خب یعنی معلم، I am a teacher، میبینید A رو استفاده کردیم، یعنی من یک معلم هستم.
خب حالا اگر این ای رو نمی گفتیم، به عنوان مثال می گفتیم I'm teacher، چی می شد؟ خب جملمون ناقص می شد. ما نمی خواهیم که ناقص صحبت بکنیم دیگه، درسته؟ می خواهیم قشنگ صحبت بکنیم، واضح صحبت بکنیم، ناقص نمی خواهیم صحبت بکنیم. حالا اگر هم بگیم I'm teacher، اینجوری نیست که حالا طرف نفهمه که شما چی دارید میگید، میفهمه ولی خب متوجه میشه که شما دارین ناقص صحبت میکنین. خب مخفف این جمله میشه چی؟ میشه I'm teacher. I'm teacher. خب She is a nurse. She is a nurse. یعنی اون دختره یه پرستاره. Nurse. درسته؟ یعنی پرستار. خب گفتیم چی؟ She is a nurse. ما داریم شغلمون رو بیان میکنیم، پس باید از a استفاده بکنیم. خب مخفف این جمله میشه She's a nurse. She's a nurse. درست شد؟ خب و وقتی هم که داریم مذهبمون رو بیان میکنیم، اون موقع هم دوباره از a استفاده میکنیم. وقتی که داریم مذهبمون رو بیان میکنیم، religion. Religion یعنی مذهب. به عنوان مثال He is a Christian. He is a Christian یعنی اون یک مسیحیه. He is a Christian. درست شد؟ از A استفاده می کنیم. اگر می گفتیم He is Christian، جملمون ناقص می شد. خب مخفف این جمله میشه چی؟ میشه He is a Christian. He is a Christian. He و is میاد ترکیب میشه و میشه He is. خب She is a Muslim. She is a Muslim یعنی اون دختره یک مسلمونه. مخففش میشه She is a Muslim. She is a Muslim. درست شد؟ خب و وقتی هم که داریم جنسیت رو بیان میکنیم، باز هم باید از A استفاده بکنیم. به عنوان مثال خب جنسیت به زبان انگلیسی میشه Gender. Gender. اوکی؟ به عنوان مثال Sara is a girl یعنی سارا یک دختره. سارا is a girl. اگر میگفتیم سارا is girl، جملمون ناقص میشد دوستان. خب امیر is a boy یعنی امیر یک پسره. امیر is a boy. خب حالا میخوام بهتون منفی کردن رو یاد بدم. ببینین برای منفی کردن ما از not استفاده میکنیم، درست شد؟ ولی حالا من یه جمله بهتون بگم. I go to work. I go to work. یعنی من میرم به سر کار. وقتی میخوایم این جمله رو منفی بکنیم، اگر که بعد از go not بیاریم، یعنی بگیم I go not، مثلا حالا بقیه جمله غلط هست. جلوش هزار تا ضربه در بزنید که غلط هست. غلط هست بچه، حواستون باشه. اینطوری نیست. ما اینجا نیاز داریم به یه فعل کمکی که بیاد به not ملحق بشه و بتونیم اون جملمون رو منفی بکنیم. درست شد؟ خب حالا من کاری به اینا ندارم و من در این درس نمیخوام منفی کردن اینا رو بهتون یاد بدم. من میخوام در این درس میخوام بهتون در این درس منفی کردن افعال توبی رو یاد بدم. یعنی منفی کردن am, is و are رو یاد بدم و کاری به بقیه افعال نداریم. حالا ممکنه خیلیاتون بلد باشین، ممکنه نباشید، ندونید. درست شد؟ حالا اونایی که نمیدونن باید منتظر درس بعدی باشن و کنجکاف در باشن. فعلا شما تمرکز بکنید روی افعال توبی که چطوری منفی میشن، ام و ایز و آر چطوری منفی میشن. این ام و ایز و آر کافیه که بهشون یه نات اضافه بشه بچه ها، بعد تموم شد، جمله منفی میشه. یعنی نیازی به اون فعل کمکیه ندارن که بخواد بیاد به نات اضافه بشه و جمله رو منفی بکنه. چرا؟ چون خود ام و ایز و آر فعل کمکی هستن، خودشون فعل کمکی هستن، نیازی به فعل کمکی دیگه ای ندارن. پس کافیه یه نات بهشون اضافه بشه و جمله منفی بشه. درست شد؟ خب مثال It's sunny یعنی آفتابیه. در واقع It is sunny بوده دیگه، درسته؟ که مخففش میشد It's sunny. درسته؟ It و is ترکیب میشد، میشد It's sunny. خب حالا منفیش چی میشه؟ میاد منفیش میشه It's not sunny یعنی آفتابی نیست. کافیه که بعد از is یه دونه not قرار بگیره، منفی میشه. خیلی آسونه. It's not sunny. علی is tall یعنی علی بلند قده. علی is not tall یعنی علی بلند قد نیست. درست شد؟ علی is not tall. خب میتونستیم اینو مخفف هم بگیم، یعنی به جای اینکه بگیم علی is not tall، بیایم بگیم علی isn't tall.
علی isn't tall، یعنی is رو با not بیایم ترکیب کنیم و مخفف بگیم، کوتاه شده بگیم. سارا is fat، یعنی سارا چاقه. خب منفیش چی میشه؟ سارا is not fat، یعنی سارا چاق نیست. خب مختصرش رو بخوایم بگیم، میتونیم بگیم سارا isn't fat. سارا isn't fat، is و not ترکیب میشه. They are happy، آنها خوشحال هستند. میتونیم بگیم they are، ببخشید منفیش چی هست؟ منفیش they are not happy، یعنی آنها خوشحال نیستند. درست شد؟ خب برای مختصر کردن این ما دو تا روش داریم. یه بار که بالا یاد گرفتین، میتونیم دی و آر رو بیایم ترکیب بکنیم، یعنی فاعل رو با فعل توبیمون رو بیایم ترکیب بکنیم که فاعل ما دی هست، فعل توبی ما آر هست. ترکیبی که بکنیم میشه دیر، دیر. درسته؟ اون ای انگلیسی میپره، جاش آپاستروف قرار میگیره، میشه دیر. یه بار میتونیم بگیم دیر نات هپی. خب یه بار دیگه میتونیم آر و نات رو با هم دیگه ترکیب بکنیم، یعنی فعل توبیمون رو با نات رو ترکیب بکنیم و به صورت مختصر بیان کنیم، یعنی بگیم they aren't happy، they aren't happy. درست شد؟ حالا پایین بیشتر براتون توضیح میدم. خب پس اینم از منفی کردن افعال توبی. حالا میخوام سوالی کردنش رو بهتون بگم. برای سوالی کردن کافیه که این افعال کمکی رو، همین افعال توبی که بهشون افعال کمکی هم میگن، کافیه که اینا رو ببریم اول جمله و تموم میشه، سوالی میشه. درست شد؟ مثلا بالا داشتیم it is sunny، یعنی آفتابیه. حالا برای سوالی کردن کافیه is رو ببریم اول جمله، میگیم که is it sunny، is it sunny، یعنی آفتابیه. حالا باید جواب بدیم، باید جوابمونی حالا یا با yes باشه و یا با no باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها افعال توبی هستن، از اسمشون پیدا هست، هستم، هستی، هست. ما داریم سوال میکنیم یه چیزی هست یا نیست، آفتابی هست یا آفتابی نیست، علی بلند قده یا نیست، سارا چاقه یا نیست، اونا خوشحالن یا نیستن. درست شد؟ و جواب ما مثلا ساعت 5 یا شیراز یا نمیدونم چیز دیگه ای نیست، جواب ما یا yes هست یا no هست. به خاطر همین به اینجور سوالات در زبان انگلیسی میگن yes no question، yes no question. خب is it sunny یعنی آفتابیه. حالا باید جواب بدیم، با yes میگیم yes it is، آره هست، yes it is. یا میتونیم بگیم yes it is sunny. درست شد؟ yes it is sunny، یا میتونیم بگیم yes it is، هیچ فرقی نمی کنه. حالا با no بخوایم جواب بدیم، میگیم که no it is not sunny، no it is not sunny. یا میتونیم اصلا خود sunny هم نیاریم، بگیم no it is not، no it is not. درست شد؟ حالا میتونیم این جملهمون رو مخفف کنیم، بگیم چی؟ بگیم no it's not، no it's not، یعنی it و is رو که بیایم ترکیب بکنیم میشه چی؟ میشه it's، no it's not. درست شد؟ میتونیم یه جور دیگه هم بگیم، میتونیم is رو با not بیایم مختصر بکنیم، یعنی بگیم no it isn't، no it isn't. همونطور که میبینین میتونیم به روش های مختلفی جواب بدیم. حالا یکی دوست داره بلند جواب بده، یکی دوست داره مختصر جواب بده، این دیگه سلیقه ایه که شما چطوری میخواین صحبت بکنیم. is علی tall، یعنی علی بلند قده. خب حالا میگیم که yes he is، آره هست، اون هست. yes he is tall، آره اون بلند قده. حالا با no میخوایم جواب بدیم، میگیم که no he is not، no he is not tall. میتونیم مختصر بگیم، he و is رو میتونیم ترکیب بکنیم، میگیم no he's not، no he's not. حالا یه بار میتونیم is و not رو ترکیب بکنیم، مختصر بگیم، میگیم که no he isn't، no he isn't. درست شد؟ خب is Sara fat، یعنی که سارا چاقه، میگیم که yes she is، yes she is fat. حالا با no جواب میدیم، میگیم که no she is not، no she is not fat. درست شد؟ به صورت مختصر بخوایم بگیم، میتونیم بگیم که no she is not، no she is not. درست شد؟ she و is ترکیب میشه، میشه she is. یه بارم میتونیم is و not رو ترکیب بکنیم، بگیم no she isn't، no she isn't. درست شد؟ خب are they happy، are they happy، یعنی اونا خوشحالن، میگیم که yes they are، آره هستن، yes they are، yes they are happy. حالا با no جواب میدیم، میگیم که no they aren't، no they are not،
No, they are not happy. درست شد. به صورت مخفف میتونیم بگیم که No, they are not. No, they are not. They و are میان ترکیب میشن. میشن they're. No, they are not. و میشن مختصر. میتونیم مختصر بکنیم. حالا یه بارم میتونیم are و not رو ترکیب بکنیم. مختصر بنویسیم. میتونیم بگیم No, they aren't. No, they aren't. درست شد؟ من معمولا اینجوری میگم، یعنی معمولا میام آر و نات رو مختصر میکنم خودم وقتی که میخوام حالا صحبت بکنم. خب اینم روش های مخفف کردن و چه شورت فرمز. شورت فرمز و آی ام چطوری مخفف میشه؟ آی ام میشه آیم. آیم ای انگلیسیش میپره. یو آر میشه یور. یور ای انگلیسی آر میپره و جاش آپاستروف قرار میگیره. و he is میشه his. his his آی انگلیسی is میپره و she is میشه she's. she's she's. it is its. its its. we are میشه we're. we're ای انگلیسیش میپره و you are میشه your. your و they are میشه their. their. درست شد؟ خب یعنی که اونایی که حالا اون آی که فقط ام داره، درسته؟ یعنی میگیم آی ام یعنی من هستم. اون که مشخص مخففش میشه آیم. خب اون ای انگلیسیش میپره، جاش آپاستروف قرار میگه. اونایی که آر دارن، خب اون ای انگلیسیشون میپره، جاش آپاستروف قرار میگیره. به عنوان مثال یو آر میشه یور. خب دیگه چی داریم؟ وی آر میشه ویر. یو آر میشه یور و دی آر میشه دیر. اونایی که ایز دارن، آی انگلیسی اون ایز میپره و جاش آپاستروف قرار میگیره. میشه هی ایز میشه هیز. شی ایز میشه شیز. و ایت ایز میشه ایتس. خب اینم از مخفف این فعلهای توبی. و حالا اگر این فعلهای توبی منفی بودن چطوری مخفف میشن؟ خب اولا بیاین سراغ جمله دوم، یعنی کاری به سطر اول نداشته باشین، بیاین سراغ سطر دوم. اولین رو براتون توضیح بدم. You are not یعنی تو نیستی. ببین این سه تا واژه هست. You are not، درسته؟ ما چطوری میتونیم مختصر بکنیم؟ به تو تا روش میتونیم مختصر بکنیم. یکی از روشش اینه که میتونیم فاعلمونو با to be مختصر بکنیم، که فاعل ما you هست با are. یعنی یه بار you و are میتونن مختصر بشن و یه بار میتونه این فعل to be با not مختصر بشه. یعنی یه بار میتونه are با not مختصر بشه. این میشه دو روش مختصر کردن. ولی اینطوری نیست که هر سه تاشون همزمان بیان مختصر بشن. یعنی you بیاد با are مختصر بشه، are بیاد با not مختصر بشه. نه اینطوری نیست. یا اینوری یا اونوری. متوجه شدین؟ یعنی در واقع این فعل to be که قرمز رنگ هست و وسط قرار گرفته، یه بار میتونه با سمت چپی مختصر بشه، یه بار میتونه با سمت راستی مختصر بشه. متوجه شدی؟ ولی از اینکه هر ستایی همزمان بیان مختصر بشن با هم دیگه نداریم همچین چیزی. مثلا you اگه بیاد با are مختصر بشه میشه you're not. you're not اون ای انگلیسی میپره میشه you're not. و اگر که بیاد با not مختصر بشه اون are میشه you aren't. you aren't اون اوی not میپره و جاش یه دونه آپاستروف قرار میگیره. متوجه شدین؟ خب حالا بریم سراغ سطر اول. I am not یعنی من نیستم. ببینین برای این فقط و فقط یه جور حالت مختصر داریم و فقط ما میگیم I'm not. I'm not. درست شد؟ یعنی که فاعل با am مختصر میشه و میشه I'm not. یعنی اینطوری نیست که am و not بیان و هم دیگه مختصر بشن. بگیم مثلا I amn't. همچین چیزی ما نداریم توی زبان انگلیسی. پس مختصر I am not یه دونه بیشتر نیست، میشه I'm not. درست شد؟ خب مختصر you are not رو بهتون گفتم you're not. و یا میتونیم بگیم you aren't. مختصر he is not میتونیم بگیم he's not. یه بار میتونیم بگیم he isn't. مختصر she is not میتونیم بگیم she's not. یه بار میتونیم بگیم she isn't. مختصر it is not میتونیم بگیم it's not یا میتونیم بگیم it isn't. مختصر we are not میتونیم بگیم we're not یا میتونیم بگیم we aren't. مختصر you are not میتونیم بگیم you're not یا میتونیم بگیم you aren't.
مختصر they are not میتونیم بگیم they're not و یا they aren't. خب عزیزان درس ما تا اینجا بود. امیدوارم که از این درس لذت برده باشین. تا درس بعدی خدایا رو نگهدارتون باشه.